Hope, send in messenger, share on a friend. خیلی جالبه که لینکش رو بگیریم اقلا. کاپی لینک بیایم روی مردم تیوی برای دوستانی که اونجا میخوان تماشا کنن ما رو اونجا ببینن. ببینیم پیدا میشه یا نه. پست مجددن یک دانه از این اینو از اینو اینو ببندیم و اینو ببندیم و این رو هم ببندیم و بیایم این یکی باز باشه فعلا. خب حاضر دوستان، دو روب به وقت واشنگتن یا نیویورک شرق آمریکا. من فقط یک صدای میکروفون رو همینجا تنظیم کوچولویی داشته باشم و بیام خدمت شما. Advanced Audio Setting، بله تغییر شو یک آدیو، یک صد میلی سکند یعنی یک دهم ثانیه. بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه هست، 24/22 و بارم ماه جولای سال 2022 و برابر است با دوم مرداد ماه 1401. متاسفانه برنامه ها وقتی که میخواد چیزای خوب به نظر باید با خبر شروع کنی، خبرها چیزای خوب به نظر مردم معمولیه، خبرهای بد هست که یه مقداری جلب توجه میکنه و خبر بد از استان فارس، استان استهبانات و خود بنده از شهر استهبانات و نیریز و داراب و اینها که مردم چی بگم بنده خدا از به رودخانه از دست گرما به رودخانه پناه برده بودن و باران آمده و سیل آمده و ماشیناشون رو برده و تعداد بیش از 22 نفر کشته هستن. اگر خبر تازه شدن و چند نفر هم مفقود هستن. اگر خبر تازه‌ای شما دارید ارسال کنید تا ما برای دوستان بخونیم. این برنامه گفتم بعد از 2-3 ماه میشه، بعد یکی میشه گفت به طور آزمایشی داره پخش میشه تا بعد یکی یکی اشکالا رو رفع کنیم و باز روزی از نو. من برنامه گذاشتم هفته قبل، خیلی از شما گفتید که این شما دوستان تماس گرفتید و گفتید که این به اصطلاح چیزی که دوستان گفتن تشکیل یه جبهه‌ای که همه باشن و صحبت کنه و شما مردم، هر کسی با هر برنامه‌ای بیاد صحبت کنه و شما مردم نظر بدین، شما مردم بهشون بپیوندین و امیدوار باشیم که خود اونها هم با هم بتونن کار کنن و به قولن همگام باشن، قول آقای امیر حسین لادن، همگام باشن، همراه باشن تا بلکه بتونن این آخوندها رو از خر مراد پیاده کنن یا از خر شیطون پیاده کنن، بفرستن و نمیدونم اون بره به اون حوزه های علمیه و نمیدونم اون آقل ماقل و چی بود اون دکترای اونجوری. من ازتون اجازه میخوام که یک کمی با من به اصطلاح صبور باشین حالی که با شما صحبت میکنیم تا ما بتونیم اینو در حالی که با شما صحبت میکنیم یک کنترلی هم داشته باشیم، ببینیم کجا به کجاست و نقل کجاست. اجازه بدین من با آقای مسعود کردار که بذارم درباره اشتباهی قول داده بودم، اولین برنامه‌ای که بذارم درباره اشتباهی که انجام دادم و از اسم ایشون به اصطلاح استفاده کردم صحبت کنم و ازشون پوزش میخوام.
که اشتباه میکنه بیاد. یکی از چیزای خوب اینه که آدم اگه اشتباه میکنه بیاد مردانه زنانه مثل یک انسان خوب بگه من اینجا اشتباه کردم و از اون طرف عذرخواهی کنه. من در آخرین برنامه‌ای که داشتم آخر به اصطلاح سال 1400 به دوستان گفتم که بعضی از دوستان حتی تماس می‌گرفتن به ما رو جری می‌کردن برنامه‌ها و سوالاتی می‌کردن ما رو جری می‌کردن و از عصبانیت ما خوشحال می‌شدن. من به اشتباه اسم آقای مسعود کردار رو هم بردم، ایشون با من گرفتم خودم معرفی کردم، تماس گرفت گفت که نه من با شما هر وقتم تماس گرفتم خودم معرفی کردم و صحبت کردم و اینها، من بدین وسیله از ایشون عذر میخوام، پوزش میخوام، امیدوارم ایشون با بزرگواری خودشون من در برنامه‌های آینده رو ببخشن و امیدوارم این بار در برنامه‌های آینده به اصطلاح تلویزیون مردم ایشون با ما باشن. بهتون بارها گفتم یکی از اونایی که به اصطلاح میگن یا گنجینه اسرار یا صندوق اسرار میتونه ما رو توضیح بده برامون که چی بود چی گذشت و اینها، همین آقای مسعود نشون میده درسته اینجا کردار هست. خب اینجا صدای میکروفون نشون میده درسته اینجا 97 هست. نمیدونم شما اینم صداش چگونه صدای ما رو میشنوید، از کجا میبینید، چه اجازه بدین از آقای اکبری جوری هست تصویر و صدا رو بگید، اجازه بدین از آقای اکبری تشکر کنم که امروز تماس گرفت که کاکو برنامه داری یا نداری، گفتم برنامه دارم و خودم میام چی خودمانی ولی چند دقیقه با شما دوستان صحبت میکنم گپی خودمانی، ولی امروز یک برنامه‌ای با آقای دکتر حسن ماسالی خواهیم داشت که اون رو هم به مجرد اینکه حاضر بشه آماده فیسبوک داده بشه در صفحه فیسبوک در صفحه شخصی خودم در صفحه مردم تیوی و توییتر و لینکدین و اینستاگرام و تلگرام و اینها میذارم. از شما هم خواهیم این امکان رو دارید، خواهش میکنم اگه شما هم جایی این امکان رو دارید که میتونید شیر کنید شیر کنید. متوجه شدم خیلی از دوستان وقتی یه چیزی رو شیر میکنن زیرش توضیح میدن که شیر عکس یا این نوشته کردن این ویدیو یا این عکس یا این نوشته به چیز تایید نیست، به اصطلاح به عنوان تایید ما قبول نکنید، فقط ما اینو داریم نشون بهتر اون باشه که ما میکنیم. البته من فکر میکنم بهتر اون باشه که ما چیزایی رو که دوست داریم و موافقیم پخش کنیم. البته بعضیا میگن نه باید چیزایی رو که موافق نیستیم پخش کنیم. صحبت از پخش کردن، حالا که شما به اصطلاح شد یه دوستی من گفت آقای سوربی حالا که شما به اصطلاح تصمیم گرفتی با همه خوب باشی، گفتیم والا ما قبلا هم با کسی بد نبودیم، ما اشکالاتشون رو نداشتن میگفتیم، اینها تحمل شنیدن اشکالاتشون رو نداشتن، حالا چون فهمیدیم که خیلی نازک نارنجی هستن و خیلی احساساتی هستن ما تصمیم گرفتیم فعلا بد کنن، میدان بازی دارن، اشکالاتشون رو نگیم، بذاریم بیان صحبت کنن، میدان بازی داشته باشن، میکروفون داشته باشن، با شما صحبت کنن، شماها باشون تماس بگیرین، شماها بهشون بپیوندین، شماها حمایت کسی از مجاهدشون کنید. این دوست ما گفت اگر کسی از مجاهدین گرفته تا طرفداران آقای رضا پهلوی مایل بود برنامه‌ای داشته باشه آگهی بذاره و اینها چقدر، گفتیم من مخارج اونو قبول میکنم، چقدر، گفتیم $20 بدن آگهیشون رو پخش میکنیم توی صفحه مردم تیوی فیسبوک برای حدود بیش از 20,000 نفر، هر کسی آگهی فر این بر اون بر پخش میشه. گفت اون هر کسی آگهی داد شما پخش کن من پولشو میدم، آدمی هم هست مورد اطمینانمون هست و این کار رو انجام میدیم. ما هم گفتیم خب حالا از این به بعد هر کار اونها گفتن نه اونها
کاغذ پاره ای هر جا دیدیم ما میذاریم میگیم اونها گفتن. نه، اونم چون منو قبول داره میدونه که اگه یک کسی دیدم آقای غلام ترشیزی داره تلاش میکنه که یک تظاهرات رو مجاهدین دارن، رو یک راهپیمایی، یک گردهمایی رو مجاهدین دارن و گویا با مشکلاتی برخورد کرده توی آلبانی و اینور اونور، ولی ایشون قسمت واشنگتنش رو مثلا اگه آقای ترشیز و اون دوستمون پرزی خواست اون آگهیش رو ما میذاریم و اون دوستمون پرداخت میکنه مبلغ 20 دلار. این پرداختها رو ما سعی میکنیم به عنوان حمایت ازشون استفاده کنیم، میکروفونی بخریم، دوربینی بخریم و برنامه ها رو، چون ما بهتر کنیم این برنامه ها رو، چون ما یک مشکل بزرگی که داریم این کبر سنه، مسن بودنه، 66 سال بودن و با این اوضاع و احوال یه مقداری مشکل، کامپیوتر و سیستم های جدید کار کردن یه مقداری مشکله. و اما آقای مسعود کردار باز هم ازشون عذر میخوام و امیدوارم که بیان تو برنامه ها صحبت کنن. دیروز با کالیفرنیا صحبت میکردم، یک بانوی از کالیفرنیا صحبت میکردم به نام خانم سارا فشندی و فکر کنم فامیل کامل ایشون فشندی فاضل باشه. بعض وقتا فامیل تو کوتاه کنی باشه، خب تو آمریکا مجبور میشی بعض وقتا فامیل تو کوتاه کنی و اینها. ایشون به نام سارا فشندی کتابی نوشتن که من الان بهتون نشون میدم، روی مردم تیوی هم گذاشتم، ولی اجازه بدین از صفحه فیسبوک خود این خانم نشون بدیم، به اصطلاح تبلیغی شده باشه. ما و کسانی که کتابی می نویسن و اینها برای که ما هم کمک، فیسبوک خود این کتاب اونها رو در کرده باشیم، حمایت کرده باشیم، کتاب اونها رو در برنامه ها نشون میدیم و اون رو پروموت میکنیم. پروموت به معنی تبلیغ نیست، تبلیغ شما در برابر پول ما میگید من این تلفن این کار میکنید، پروموت اینه که شما میگید من این تلفن رو استفاده کردم خوبه بده، یا این کتاب رو خوندم خوبه بده، من رو برد به ایران، برد به تهران. صحبت از این تلفن دوستانی که اپل دارن یادتون باشه، اگه این کاورتون یا جلدی که میکشین روش اجازه بهتون میده که این اپل رو ببینید یا تاچ کنید، دست بزنید، از این یادتون باشه، اگه این کاورتون یا این دکمه میتونید استفاده کنید، مثلا وقتی میخواین عکس بگیرید، البته باید تنظیمش کنید، به جایی که این دنبال این دکمه ها بگردید، چون دستتون اینجوریه با این که بزنید میتونید عکس بگیرید. من وقتی میخواین عکس بگیرید، بعد متوجه شدم خیلی از این، من اینو نمیدونستم تا دو سه روز پیش، و بعد متوجه شدم خیلی از این جلدها یا کاورهای اپل این به اصطلاح دایره سیب دندون خورده رو یا دندون زده شدیدن دیگه نمیخوان مثلا کسی از این استفاده رو میپوشونه، شاید جدیدن دیگه نمیخوان مثلا کسی از این استفاده کنه، ولی با این تلفن های قدیمی تر میتونید از این هم به عنوان یه هاتکی، هاتکی کلیدایی هست که شما اینو که فشار میدن ما ست میکنید، مثلا به این میگید من
اینو که فشار میدم مثلا فلان شماره رو بگی، بهش میگی من اینو که فشار میدم عکس بگی. من برای عکس گرفتن یا شروع ویدیو ازش استفاده میکنم، خیلی هم خوبه. برگردیم به خانم سارا فشندی و کتابی که نوشتن و من صفحه ایشون رو هم به شما نشون میدم. شما هم اگه دوست داشتید سارا از صفحه ایشون دیدن کنید و اگه مایل بودید کتابشون رو هم میگن ابتیا بفرمایید، خریداری کنید، بخرید. کتاب گرونی نیست، این دوستان واقعا زحمت و اگه مایل بودید کتابا رو می‌نویسن، بعد می‌کشن این کتابا رو می‌نویسن، بعضی وقتا مدت‌های مدید بعد هی برمیگردن دوباره درستش می‌کنن، غلطاشو می‌گیرن و اینها. و اسم کتاب Message in a Matchbox. Matchbox قوطی کبریت رو توی آمریکا، توی انگلیسی میگن Matchbox، که بعضی هم مچه زن میگن، حالا دیگه نمیدونم کدومش درسته. Memories of a Childhood in Tehran، خاطرات کودکی در تهران. قرار شده که Memories of ما اصرار کنن چند تا از این کتاب ها رو لطف کنن برای ما اصرار کنن. به مجرد این که این کتاب ها به دست من برسه در برنامه باز کتاب رو نشون میدم و اگر که حمایت کنه من از اینجا، کسی هم مایل باشه تلویزیون مردم رو حمایت کنه، من از اینجا اون چند کتابی رو که ایشون ارسال میکنن برای شما میفرستم، شما حمایت کنید. اگه نه میتونید از آمازون، دیدم ایشون کار خوبی کرده روی کتابشون رو گذاشتن روی آمازون هم به اصطلاح کتابشون رو گذاشتن. من بهشون تبریک میگم، کار بسیار مشکلیه. من بارها دوستان بهم گفتن شما که این همه خاطرات دارید و اینجوری بشین که حرف خوب میزنن، کتاب بنویس، میگم که بعضی ها حرف خوب میزنن، بعضی ها نویسنده خوبی هستن. من متاسفانه روزی که هنر و نعمت و اینا میدادن غایب بودم و نمیتونم این کار نویسندگی و اینها رو انجام بدم، کار بسیار مشکلی. اگه میگید نیست امتحان کنید، مثلا درباره خاطره یک روز از مدرسه با دوستانتون بنویسید، بعد دو بیسندگی و اینها رو انجام بدم، کار بجبا نوشتید، بعد بدین به یک کسی که زبان انگلیسی دوباره برگردید بخونید، میبینید چقدر اشتباه نوشتید، بعد بدین به یک کسی که زبان فارسیش بهتر از شماست بخونه، میبینید چقدر غلط املایی دارید، چقدر غلط ادبی چیز دارید. به اصطلاح چی میگفتیم یادمون رفت، خواستم بگم سر و نف و چینا، نه چی میگفتیم یادمون رفت، مال بله دیگه از لحاظ ادبیات اشکال داری. این کتاب خانم فشندی خیلی انگلیسی ساده، به انگلیسی نوشته شده ولی خیلی انگلیسی ساده و روانی هست. اجازه بدید من پشت این کتاب رو، کتاب شما وقتی میخوای بری بخری صفحه اون پشتش هم اولش که برمیداری بعد میچرخونیش، به اصطلاح اون پشتش هم یا خود نویسنده یا دیگران در موردش یه مقدمه ای نوشتن. ایشون بذار بدیم من خیلی بهتون نشون بدم، خیلی سلو شدم
از لحاظ کار کردن با این کامپیوتر و اینها و اینم مثل چیزهای دیگه است. هر کسی همون کردن است. وقتی یه کاری رو کار نیکو کردن است، پر کردن است، وقتی یه کاری رو یه مدت انجام نمیدیم، خود به خود به اصطلاح برامون مشکل میشه. امیدوارم با بیشتر انجام دادن این برامون راحت تر بشه، این کار برامون راحت تر بشه. این کتاب هست Message in the Matchbox، اون قسمتش صفحه پشتش رو هم به اصطلاح صفحه آخرش نشون میده. اینجا قیمت هم نوشتن 16.95، من دیروز خوندم 19.95. خب ارزون تره، چه بهتر. نوشتن It all started during our اینجا قیمت هم نوشتن summer of 2006 family reunion in the summer of 2006. میگن همه این کتاب، همه این داستان شروع شد موقعی که ما یه گرد همایی داشتیم. از اینجا فامیلی ریونیون یعنی دوباره جمع شدن فامیل، خیلی رسمه، هم مدرسه یا هم کلاس ها این کار میکنن و از اون برم فامیل و اقوام و اینها، بعضی ها سالی یک بار، بعضی ها پنج سال جمع شدن فامیل. یک بار بعضی ها 10 سال یک بار و ایشون توضیح میده که توی اون گرد همایی به اصطلاح به چیزی دست پیدا کرده که خاطره و ایشون توضیح oldest brother's برات برادرش هست، my oldest brother's memory یعنی به اصطلاح محسنترین برادر ایشون که به نام محسن هست. حالا دیگه دنباله داستان رو خود یا با رفتتون با خرید کتاب یا با رفتن به صفحه فیسبوک ایشون که خیلی هم آسونه و به قول دوستان there is no way یعنی امکان نداره که شما اشتباه کنید. ساری فشندی هم فشرا که می نویسید S-A-R-A فشندی هم فشندی فکر کنید یه محلی هست F-A-S-H-A-A-N-D-I فشندی و اگه مشکلی هم بود بگیرید راه تماس مثل همیشه با تلویزیون مردم تماس بگیرید. راه تماس گرفتن با تلویزیون مردم از طریق واتساپ میتونید به همین شماره تلفن 202-695-2573 از طریق ایمیل با tv.com از طریق info@mardomtv.com از طریق فیسبوک مردم تیوی باز یا پارسا سوربی و ما همه راه ها رو باز گذاشتیم، همه چیزم عیانه. نمیدونم شما دیدید یه سایتی میرید میخوای یه چی اینجوری نیست که یه سایتی میرید میخوای یه چیزی بخری. چند روز پیش میخواستم یه پنکه بخرم، میگه حالا شما کلیک کن تا ما قیمت رو بهت نشون بدیم. کلیک که میکنی من اینا رو معمولا میندازم، میگه حالا ایمیل تو بنویس، شماره تلفن تو بنویس تا من اینا رو معمولا میندازم، اگه بتونم من براشون مینویسم. شما یه مشتری رو از دست دادید، چون خیلی احمقانه از صفحه شما. دلیلش اینه که خان فوری سریع اینترنت که درست شده برای اینکه مردم میخوان فوری سریع، یادتونه اون کی بود پاسبانه میگفت زود تون سریع، میخوان زود تون سریع قیمت. مردم حوصله این ایمیلتو بفرست تا من شما بازی های شنگول و منگول و دسته گل ندارن که شما ایمیلتو بفرست تا من شماره بفرستم تا خلاصه میگم شما you lost a customer a serious customer یک خریدار جدی رو از در صفحه فیسبوک داشته باشید. خب دوستان من یک نگاهی به صفحه فیسبوک داشته باشم، شما اگر چیزی بنویسین و اینها احیانا این بغل
نوشته میشه پیدا میشه و بله چرا نمیدونم متاسفانه سه بار الان خود منو داره تو این نشون میده چرا نمیدونم متاسفانه فیسبوک هی اینقدر سریع عوض میکنه. مثلا الان از صفحه خود من به صفحه پیج بچه جوونی نشسته ما مردم تیوی نمیفرسته، یه مش بچه جوونی نشستن اونجا هر کدومشون هر کاری دلشون میخواد انجام میده و اونا هم انقدر آزادن. دیدید دیگه نشون میده اونجا با دو چرخه میاد یکی کار میکنه، خدا آخر میره خوابیده کامپیوترش گذاشته تو بغلش کار میکنه، خدا آخر عاقبت ما رو با این دنیا با این جهان با این جوونا بخیر کنه. خب شما اگر امروز سارا فاضل ما با آقای اجازه بدین این اسم خانم سارا فاضل فشندی رو هم اینجا بنویسم بغلش که صحبت کردم و یک جای دیگه ای که من امروز رفتم یه محل یکی دو ساعت قبل از که برنامه شروع بشه رفتم یه محل جدید یا یه فروشگاه جدید یا یک نانوایی جدید هست به نام پارسا بیکری. من باید برم یه مقداری ازشون کمیشن کردن، البته حقیقتا کمیشن بگیرم بابت اینکه اسم منو استفاده کردن، البته حقیقتا اسم من که تقلبیه، اسم اون آقای پارسا و فامیل پارسا اونجا حقیقی هست. ایشون سالها کردن به اصطلاح چیز میکردن وندر بودن، وندر یعنی به فروشگاه های دیگه چی میدادن، حالا تصمیم گرفتن که خودشون یک نون بسیار پسندیده ای هست بایی داشته باشن که کار بسیار پسندیده ای هست. در ضمن وقتی اینجا یه نونوایی چیزی باز میشه طرف میگه خب حالا مربای نمیدونم تخمه اینها و اینا شیرین خیلی جالب بودنی و وسائل دیگه هم دارن خیلی جالب بود. امروز اون خانم پارسا که اونجا بود گفت هر چیزی هم خواستید به ما بگید، اگه ببینیم مثلا چند نفر میخوان دفعه دیگه که میان اینجا آوردیم. من به این دوستان میبینین اون قلم جنس رو هم اینجا آوردیم، من به این دوستان تبریک میگم. هفته پیشم وقتی رفتم اونجا دختر ایشون اونجا بود چنان و بعدم دادن انرژی داره این خانم و بعدم داداشش اومد اونجا و من میگم باز به این خانواده کلن تبریک میگم که پدر و مادر و فرزندان دست به یک همچین کار مشکلی زدن، این به اصطلاح فرزندانشون هستن و من یه چند تا عکسم به شما نشون میدم. خیلی فروشگاه تمیز نو هست و همین انتظار نیز مرتب خب البته نو هست و همین انتظار میره، ولی من فکر میکنم آدمایی که مرتب و منظم و تمیز هستن مهم نیست چند سال بگذره باز این جوری به اصطلاح ادامه میدن. من برای این دوستان بهترین ها رو آرزو میکنم و من نونشون رو خریدم خوردم خیلی خوب بوده، مختلف از صدف مربایی که دارن مربای انواع مختلف از صدف گرفته تا اونای دیگه باز سبزیجات و اینها. و برید دیگه خودتون اگه تو این محل هستین، امروز ما دوتا از دوست دوستامون که مسافر هستن اینجا رفتیم باهاشون و اینها توی مکلین ویرجینیا هستن. کسانی که به ویرجینیا وارد هستن میدونن که ما مثل دیگران به وینا در قلب الگزاندریه میگیم، در قلب مکلین، در قلب وینا، در قلب الکساندریا و آدرس میدیم قشنگ درست. آدرس اینها هست 1349 چین ویرجینیا 22 این بریج رود مکلین ویرجینیا 22
22 101 و همین جوری که می‌بینید پارسا بیکری که اون بالا دو تا نون فرانسوی هست، این پایین هم یه چیزی خوشه گندم مثل شیرینی و اینها، یا این خوشه گندم فکر کنم باشه، میپرسم ازشون. حالا بذارید یکی دو تا عکس دیگه هم بهتون نشون بدم از داخل این فروشگاه. اتفاق عکس گرفت چون از کانادا، خیلی جالبه، دوست من عکس گرفت چون از کانادا اومده، گفت من اینو عکس بگیرم به اونا نشون بدم که این چیه، شما فروشگاهاتون نامرزدم و نمیدونم بعضی وقتا حتی کثیف، و از اینها یاد بگیری. و یه دونه دیگه ریخت و پاش و اینها، از اینها یاد بگیری. و یه دونه دیگه هم بهتون نشون بدم، یک لحظه اجازه بدید. این شماره حالا میایم اینجا، من از این دوستان خواهش میدارن دارن بفرستن کردم که اگه ویدیویی دارن فیلمی دارن دارن بفرستن، گویا یه ویدیو فرستادن ولی سیستم ما بازش نمیکنه، بعضی وقتا باید فرمتاش رو عوض کنیم. اگر شما هم بفرستید، ما اینجا هم رفتید اونجا عکسی گرفتید و اینها، بفرستید ما اینجا نشون میدیم. نمیدونم حالا این 20 دلاری که اون دوستمون قبول کرده که پرداخت کنه درباره، فقط درباره آگهی این آگهی ها هم هست یا فقط درباره آگهی ها گرد همایی های به اصطلاح سیاسی تشکیلاتی مبارزاتی در داخل ایران. من بهتون گفتم در چند هفته و خارج از کشور، من بهتون گفتم در چند هفته گذشته با صحبتی که با دوستان داشتیم فکر کردم که همه به این نتیجه رسیدن که این همه تنها رفتن، یعنی شما میتونی تنها بری، معروفه، میگن شما میتونی تنها بری، زودتر ممکنه برسی، ولی وقتی با دیگران باشی اون سفر سفر بهتر مطمئنتری هست. و این دوستان به این نتیجه رسیدن که این همه من فکر میکنم این دوستان به این نتیجه رسیدن که این همه مدت 44 سال شاید هم بیشتر تنها رفتن، به جایی نرسیدن، خسته شدن و حالا شاید زمان تجربه اون تنها رفتن ها رو استفاده کنن، زمان اون رسیده باشه که تجربه اون تنها رفتن ها رو استفاده کنن در با هم بودن، با هم رفتن در یک جبهه. وقتی میگیم جبهه، میدونم تو خیلی از شما اون اسم جبهه مغزتون، چون تنها جبهه ای که جبهه ملی فوراً میاد توی مغزتون، چون تنها جبهه ای که من شناختم این بوده، تنها جبهه ای که تشکیل شده بوده در ایران به اصطلاح رسمیت داشته و اینها این بوده، ولی اشکالاتی داشته که امیدوارم این دوستان اشکالات اون جبهه متفانه جبهه ملی اشکالاتی داشته که امیدوارم این دوستان اشکالات اون جبهه ملی رو بتونن در این جبهه نوین جدید برطرف کنن. شما نظرتون چیه؟ بنویسین. مهم نیست که این فیلم رو یا الان ببینید و اینها
رو حالا بعداً ببینید این برنامه رو یا الان ببینید اینها نظرتون رو روی همین فیسبوک میتونید بنویسید و اگر روی ای آسوبی یعنی چه این گلکوب این واژه را نشنیدم آهان گلکوب این آقای اکبری یه عکسی گذاشته بعد نوشته من رو به یاد خیابون تگزاس شیراز اینو نوشته زمان حاج محمد رضا آقا نیساری اینو نوشته من نوشتم گلکوب گلکوب یه خیابونی بود فکر کنم بعدن اسمش شد خیابون تحویلی درست میگم یا نه اشتباه دیگه میریزه و همه این آهک و این چیزها رو اون توی اون خیابون میکوبیدن سنگ دیگه به صورت پودر در بیارن بعد خیلی وضع بدی داشت این آوردن اینها این الاغایی که میبردن باش بار می آوردن اینها اینایی که می رفتن مسابقه می زاشتن یه عده جوون بودن معمولا بی سواد و اینها بعد مردم اصلا وحشت می کردن وقتی مثلا یه ده تا الاغ بعد جوونی نشسته بود اون آخر ده تا الاغ بعد اینو میزد و نمیدونم لگد میزد تو شکم این الاغ و ده تا الاغ اون جلو داشتن میدویدن هیچ کس نمیدونست این به کی میخوره که گل میکوبن این ولی گل کوب منظورشون این بود که گل میکوبن اینجا فکر کنم اینجوری بود به شیرازی خیلی ها دیگه اون کوب به آخر نمیگفتن میگفتن خیابان گلکوب که من اولا گلکوب بود که فکر کردم یه کوهی هست ولی این گلکوب بود که الان یادم نیست که تحویلی این بود یا یه جای دیگه بود در صورت اینه ولی عجب محل خلافی بود آقای اکبری خودش نوشته این واژه شیراز بود که با آن تگزاس هم چرا گلکوب نام یکی از محلات شیراز بود که با آن تگزاس هم میگفتن بله ایشون توضیح نوشته و اون دوستمون ببو پرسیده که گلکوب یعنی چی آقای نیساری هم شیراز زمان حاج مرزاد نیساری نوشته من را به یاد خیابون تگزاس شیراز زمان حاج محمد رضا می اندازد خب این هم از این ماجرا بریم یا بر چند تا خبر برای شما این پارس بخونیم بله شما شماره تلفن این پارسا بیکری هست 571 دوستان 282 چهل گفتم در این منطقه 41-06 و همینجوری که گفتم در این منطقه مکلین که خیلی ایرانی هست و نزدیکش هم اصلا جایی خیلی خوبیه اون ورش آرلینگتونه این ورش چند قدمی CIA و ینا هست از اون ور بری پایین تر چند قدمی CIA و واشنگتن و این هست خیلی جای خوبی رو انتخاب کردن باز هم بهشون تبریک میگم خب این از این و بریم تبلیغ کن ولی اون بیمه سراغ یک بیمه
که به ما گفته تبلیغ کن ولی اون بیمه آمریکایی کاری به این برنامه‌ها نداره. برگردیم اینجا ببینیم که اوضاع و احوال به چه صورت هست. گفتم وقتی ما رو تیک تیک می‌کنه و چه می‌گذرد. میگم من همیشه گفتم وقتی ما رو که میکنن جاهای مختلف نشون میدن ما به مشکل برخورد میکنیم. بذارید ببینم صدای اینجا چگونه است. صدای من خوبه؟ حالا اگه شما آره صدای تو فیسبوک هم به نظر خود من خوبه، حالا اگه شما یه جایی هستین صدا بده و اینها کم زیاده بنویسید. من دارم با این وسیله نگاه میکنم. دوستان بعض وقتا وقتی بستگی داره که اون وایفای با تلفن دستی نگاه میکنید، شما بستگی داره که اون وایفایتون یا سرویس اینترنت بی سیمتون مال خودتون باشه، مال شرکت تلفنتون باشه، مال مترو، مال مکدونالد باشه، مال رستوران باشه، مال مترو باشه، اونا ممکنه نذارن مثلا شما ویدیو تماشا کنی. اینه که وقتی یه جایی هستید فوری به طرف نگید که من نمیتونم بگیرم. اگه اشکالی بود بنویسید که من یه جای دیگر رو امتحان کنید. بعد اگه اشکالی بود بنویسید که من از این طریق نگاه کردم اشکال بود، از این طریقم دبل چک کردم که مطمئن بشم باز هم اشکال بود. امیدوارم اون دوستان هم کنیم و امروز ترتیب اثر بدن و درستش کنیم. و امروز توی برنامه‌ای که آقای ماسالی با ما هستن از ایشون ما میپرسیم که چگونه یه جبهه قدرتمند میتونیم یه جبهه قدرتمند سیاسی تشکیلاتی مبارزاتی در داخل ایران و در خارج از کشور به وجود بیاریم. گوگل آقای دکتر حسن ماسالی رو شما روی گوگل اگر سرچ کنید، جستجو کنید، سابقه مبارزاتی ایشون خیلی بیش از عمر منه. می‌تونیم از دانش و تجربیات و می‌تونیم از دانش و تجربیات اینها استفاده کنیم. پس امروز دو تا برنامه، یکیش این برنامه نقلی کوچولوی خودمون، خودمونی با شما ماسالی هستیم و دیگری برنامه که با آقای ماسالی هستیم و از آقای مسعود کردار هم عذرخواهی کردیم به خاطر اینکه اون دوستی که تماس میگرفت و با دوستای دیگرش زود عصبانی میشه، یه سوالی میکنه، میگو بیا این سوربی، زود عصبانی میشه، یه سوالی میکنیم و میشینیم چیز. اون آقای کردار نبود. آقای کردار هر وقت مسئله مشکلی اشکالی بوده خیلی دوستانه هم عقیده نبوده تماس گرفته، حتی اگه با باورهای من هم عقیده نبوده تماس گرفته گفته اینجا شما این اشتباه گفتی، اصلا این غلطه، این خبره اینجوریه و اینجا این مشکل هست و اینها. من به همین خاطر و اما ایران ازشون ممنونم و سپاسگزارم. و اما
ایران به این واقعیت پی برده است که جام زهر تلخ نیست. یادتونه خمینی برای جنگ گفت جام یا خامنه ای برای جام زهر رو می نوشن. گویا خامنه ای برای این ماجرای برجام، حتی همین امروز آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه گویا با رئیس به اصطلاح دیسی صحبت کرده، گفته هنوزم به اصطلاح دیر هست ولی هنوز وقت هست، بیاین یک کاری کنید که این مشکل برطرف بشه و مردم پیدا کنن. خب آقای از این گرونی و اینها نجات پیدا کنن. خب آقای عطاالله مهاجرانی به سخنان کمال خرازی در بمبه در باره بمب هسته‌ای واکنش نشون داد. اونو بعدا میخونیم. میدونید در دو هفته ای که گذشت چند یا خودتون دنبال کنید و بخونید و اینها، میدونید در دو هفته ای که گذشت چندین نفر از افرادی که یا در مقامی هستن یا در مقامی بودن قبلا صحبت هایی کردن که موقعیت ایران اگه بیان ایران رو به خطر میندازه. بعضی وقتا اینا فکر میکنن اگه بیان شاخشونه بکشن عربده بکشن که آوی ما بمب اتم داریم، مردم جهان از اینا به اصطلاح کشورهای دیگه اسرائیل یواش یواش دولتهای دیگه از اینا میترسن، در صورت که اسرائیل یواش یواش داره کار خودشو میکنه، هیچ وقت به شما نمیگه چند تا بمب داره چند تا نداره. یادم چند مدت پیش آقای منشه امیر توی برنامه توش استفاده نمیکنه، یه دوست دیگه هم گفت که اسرائیل بمب توش استفاده نمیکنه، یه دوست دیگه هم آقای داریوش سجادی گفت خب خیلی خوب شد اقلا شما اذعان کردید که بمب داره. ولی میدونید اینها جزء اون که کنترل میکنه به اصطلاح سازمانی که کنترل میکنه دنیا رو برای بمبای اتمی برای نیروگاه‌های اتمی اینها نیستن و از یه طرف آزادانه هر کاری میکنن. حالا چرا ایران باید به اینا جوان از زمان شاه عضو شده و چرا باید به اینا جواب بدن، اون جزء قراردادهایی هست که هست و شما بیشتر از من میدونید و بهترم من میدونید. و اما خبر فوری کیهان برای مشاوری زمین سازی روزنامه سپاه و کیهان برای مشارکت ایران در جنگ روسیه با اوکراین. و خیلی جالب، ما حتی دیدیم که صدر اعظم انگلستان اوکراینی یا یوکرین وایساده بود با سربازای اوکراینی یا یوکرینی چیز میکرد به اصطلاح عملیات انجام میداد و اینها. این ماجرای اوکراین دوستان به این سادگی که ما در خبرها میبینیم و میشنویم نیست، باید یه مقداری عمیق‌تر اینورتر اونورتر از اخباری که اونا به ما نمیارن بدن مطلع بشیم و به نیست باید
حروف لابلای نوشته ببینیم چیه یا به قول معروف لابلای نوشته ها رو بخونیم بین خطوط رو بخونیم ببینیم چی متوجه میشیم میدونید در رابطه با تاریخ هم همینه وقتی که مثلا میگن هرات اینو گفت شما باید بری ببینید یه تاریخ نویس دیگه چی گفت گفته این دوتا رو با هم توی اون زمان توی اون سال مقایسه کنی اون وقت تقریبا خودت تصمیم بگیری که کدوم ببینی یه تاریخ نویس دیگه چی گفت خیلی هست که همیشه تاریخ رو افرادش درست میگه اینم یه مشکلی هست که همیشه تاریخ رو افراد و یا حاکمانی که پیروز شدن نوشتن به همین خاطر هر جوری دلشون خواسته نوشتن اساس اصفهان موسی در یک مرکز حساس اصفهان بمب کار گذاشته بود این ماجرای اسرائیل که چگونه اجازه داره به لبنان به ایران بزنه بکشه آن به این ور به اون ور هر جا دلش بخواد حمله کنه بزنه بکشه بعد بگه اینها رئیس فلان گروه بودن اینها اینم همین دوستانی که جمع شدن بعدا میپرسیم چجوریه که میتونه افراد رو از بین ببرن اینا به اصطلاح ترور کنن افراد رو از بین ببرن ولی دیگر کشورها اگه همین کار رو انجام بدن اونا میشن تروریست و این حکومت های بزرگ میدونید مثلا حتی PLO یک دوره چیز اون فلسطین PLO یک سازمان تروریستی بود بعدن که در آوردن از اسم تروریستی به عنوان سازمان آزادی بخش فلسطین همون اسم اصلیش غریبیه واقعا خب و استفاده کردن روزگار غریبیه واقعا خب وحید اشتری با انتشار حکم دادگاه خود به حزب اللهی ها هشدار داد وحید اشتری ماجرای سفر اشتری اگه اشتباه نکنم همون کسی هست که از ماجرای سفر داماد و دختر قالیباف به ترکیه و خرید سیسمونی اطلاع داده بود و ایشون یه آدم فعال نوشته هاش و گزارش هایی که حالی جاهای دیگه هم به اصطلاح نوشته هاش و گزارش هایی که داده برای آخونده ها دردسر درست کرده و همه که میدونن این آخونده دیگه براشون آبروی نمونده ولی همون قدری هم که کسب کردن اون را هم آبرو به دروغ از این اون کسب کردن اون را هم این نویسندگان خبرنگاران خوب به اصطلاح از بین میبره و چرا بعضی میکنن که دوستان ما هنوز فکر میکنن که
حکومت آخوندی یه حکومتیه که آمده مثلا هم آقای مهدی مهران نژاد با این کتابی که نوشتن خب الان ایران مستقله، اصلا باور داره که الان ایران مستقله، باید به اینا گفت آقا خود خامنه ای میگه ما باید بریم به طرف روسیه، یعنی خودشون دیگه نمیگن نه شرقی نه غربی، خودشون الان باید بگن که جمهوری اسلامی، خودشون الان باید بگن که نه غربی بله شرقی، یا نه غربی جمهوری اسلامی بله شرقی، اینجوری شده. ولی این دوستان هنوز گول 44 سال آخونده انجام اون تبلیغات دروغی رو که 44 سال آخونده انجام دادن که ما مستقل شدیم، خودکفا شدیم، سازنده شدیم، جنگ نعمت است، اون یکی دیگه تحریم نعمت است و فلان اینها. یکی از دوستان نوشته بود ولی به کجا رسیدیم؟ یکی از دوستان نوشته بود اون وقتا با یه مثلا اینقدر پول میتونستی یه تانک بخری، حالا با این پول میتونی یه آفتابه بخری. در اصل این دوستانی هم که آخونده هستن میتونن به یک نوعی طرف داره آخونده هستن میتونن بیان با دوستان دیگه صحبت کنن، مناظره کنن، ولی به یه شرط، خیلی دوستانه در و بذارن مردم حالی که مؤدبانه با هم صحبت میکنن و بذارن مردم تصمیم بگیرن. مثلا اگه شما فکر میکنین ما وقتی میگیم دو دوتا میشه چهار تا غلطه و شما و آخوندا فکر میکنید دو دوتا 16 تاست، میگن که نه بابا این اصلا ولش شما بیا بگو، بعد مردم میگن که نه بابا این اصلا ولش کن بره همون تو دو دوتا 16 تا خوشحال باش. تعطیلات دلپذیر زوج استرالیایی در اروپا به کابوس تبدیل، مردی که همسر سابقش را شد، برای ما خیلی مهم نیست، اعدام مردی که همسر سابقش را هنگام پخش زنده آتش زد. هنگام پخش زنده یعنی با دوربین فیلم برداری کرده، زنش اینو اعدام کردن که درس آتش زده و نشون داد به دیگران، اینو اعدام کردن که درس عبرتی باشه برای افراد دیگه و امیدواریم اینجوری باشه که این درس نتیجه بده و کسی دیگه جرأت چنین کارا. یک روحانی درهایی رو نداشته باشه، استعفای یک روحانی در اعتراض به گشت ارشاد. میدونید که دو هفته گذشته یه برنامه ای اینا گذاشتن گشت ارشاد و بیشتر خیلی هم اومدن از اون ور بیشتر و بیشتر فرستادن تو خیابونا، خیلی هم اومدن از اون ور یک موومنتی رو راه انداختن حجاب بی حجاب، ولی یه قشر دیگه یک طبقه دیگه آمدن گفتن که شما هم به درستی خودتون رو اونا میخوان شما رو مشغول کنن و شما هم به درستی خودتون رو مشغول میکنین، اونا میرن کار خودشون رو انجام میدن. میگه آخوندها چون میخواستن قراردادهای با روسیه و ترکیه و اینها بنویسن اومدن شما رو و شما هم مشغول شدید با هجر، مشغول کردن با گشت ارشاد
داد و شما هم مشغول شدید با حجاب بی حجاب و اینا اون قراردادا رو نوشتن. طبق این قراردادا روسیه و اوکراین و نمیدونم ایران قرار چه کارهای انجام بدن، بعد میاد در تاریکی بعدن میفهمیم. مثل یه جایی که دوز میاد در تاریکی شب در خلوت و سکوت شب میزنه و میبره، من و شما فردا صبح مطلع میشیم. بعضی وقتا اصلا مطلع هم نمیشیم، چیزی بشنویم درباره خبرها میشیم تا اینکه از رادیوی تلویزیونی چیزی بشنویم درباره خبرها، باز برگردیم به اون خبر بدی که بیش از 20 نفر تا دیروز من شنیدم 22 نفر کشته شدن، تعدادش اگه بیشتر بود و اینها، و 2 نفر مفقود، حالا تعدادش اگه بیشتر بود و اینها. این رودخانه سیل آمده و جالب بود، بی بی سی میگه کمتر از 1 میلیمتر. من اول گفتم شاید من اشتباه کردم، دوباره گفت کمتر از 1 میلیمتر. آخه گردوندم عقب گوش دادم، گفت کمتر از 1 میلیمتر. آخه اصلا کمتر از 1 میلیمتر میشه 1 نم باران. ولی میگن شب قبلش با وجودی که استان اعلام نکرد، شیراز گفته اداره هواشناسی اعلام نکرده و اینا، اداره هواشناسی میگه اولا این رودخونه خشک همیشه باید جایی باشه برای اینکه اگه بارونی مردم چرا میرن داخل ریلی اومد آب از اونجا بره، مردم چرا میرن داخل رودخونه خشک اونجا پتو میندازن و اینها. خلاصه بین اینها دعوا هست تا ببینیم نتیجه چی میشه، ولی قدر مسلم اینه که من یه سری مری افراد بیگناه کشته شدن، یه سری مفقود شدن، یه سری ماشینای مردم رفت با آب و با سیل و اینها، و این بار اول نیست. چند سال پیش حتی در همین شیراز در ایام عید دروازه قرآن در ایام عید سیل آمد که مسافرینی که اومدن اونجا به وضع خیلی بدی گرفتار شدن که مردم شیراز اون مهمونداری رو سنگ خودشون و سنگ تموم گذاشتن. خیلی از اینا رو بردن خونه های خودشون و به اصطلاح ازشون پذیرایی کردن و به خیر و خوبی تموم شد رفت. و اما این ماجرای خیلی از یک روحانی در اعتراض به گشت ارشاد، خیلی از زنهای محجبه در ایران هم اعتراض کردن. مثلا طرف عکس خودشو گذاشته گفته که به حجاب باور داره ولی به حجاب، یعنی خیلی از اونها هم مخالف این حجاب اجباری باور نداره، یعنی خیلی از اونها هم مخالف این آخونده و تندروها شدن. حالا کی دوزاری آخونده بیفته دست از این اعمال بردارن باید صبر اعتراض به گشت و شاهد بود. استعفای یک روحانی در اعتراض به گشت ارشاد
و اما پاسدار سعید سمردار مطلق از مهندسان موشکی سپاه پاسداران نوشته که شکلش شد. باز این ور در قسمت دیدنی ها نوشته که شکل شمایل بوریس جانسون در حال تمرین با نظامیان اوکراینی. این جالبه، مثلا اوکراین اومده بود اینجا چند روز، رئیس جمهور زن رئیس جمهور اوکراین اومده بود اینجا چند روز و اینجا، یعنی ما ندیدیم همچین چیزی تو این جنگ هایی که سنمون قد میده اخبارش رو شنید شاهدش نبودیم درست اون جا باشیم، ولی اخبارش رو شنیدیم. ما ندیدیم اینجوری برای یه جنگی تبلیغ بشه، اینجوری وقت بدن، اینجوری بهشون امکانات بدن. پس باید صبر، یک ماجرای بزرگتری پشت این هست، باید صبر کرد و دید. انتشار فیلم لحظه برگبار بسته شدن مجید عبدالرحمن متروپول باقی. عبدالباقی صاحب اون ساختمان متروپول بود که در آبادان ریخت پایین به دلیل اینکه درست محاسبه نشده بود، استفاده کردن درست متریال رو، لوازمی که توش استفاده کردن درست نبوده، سیمان و این چیزا، بالاخره این تقلبایی که میشه، اون میله های فولادی و اینها که خلاصه همه چیز دست به دست هم داد، تعداد زیادی کشته دادن. یه ساختمان چند طبقه ریخ پایین و تعداد زیاد زیادی کشته شدن. حالا یه فیلمی هست تو ایران، این دوربینای سکیوریتی اینا خیلی زیاد شده چون ارزون شده و چاینیز هم هست، از الان دیگه تو همین چاینی هست، چینی هست اونجا میره و خیلی از الان دیگه تو همین جا شما با $10 میتونی یه دوربین بخری بذاری، سیگنالش هم میفرسته روی تلفنت، با $50-$60 نمیدونم در خونت اصلا تر از این ویدیویی که شما میبینی که میذاره خیلی هم کیفیتش بهتر از این ویدیویی که شما میبینید اینجا تو ایران زیاد هست. یه فیلمی هست که نشون میده یه ماشینی میاد نسبتاً هم با سرعت، شاید حد زده بوده که اینا پارکینگ‌های آرن تعقیبش میکنن، میره تو پارکینگ و این پارکینگ‌های آپارتمان هاست که اینجوریه که خونه هاره که میخرن طبقه اول رو میکنن پارکینگ، یه دری هم میذارن برای حیاتش پارکینگ هست و حالا بعد تو اینها، ولی اون بالاها چند طبقه حالا بعضیا برای خودشون و دامادشون و دخترشون و پسرشون اینا نگه میدارن، بعضیا خودشون میشینن اون بالایی باقی رو میدن اجاره، بعضیا در من یه همچین خونه میشینن بالایی ها رو میدن اجاره. داره. به نظر من یه همچین خونه اومد، ولی این آقای مجید عبدالباقی
صاحب اونجا نیست، گویا دست اندر کار بوده، مثلا مسئول چیزی بوده، میبندنش به رگبار و اینها میان اونجا با مسلسل میبندنش به رگبار و با ماشین فرار میکنن. نمره ماشین و اینا رو میشه تو این دید، و ما حالا یه فیلم انقدی دیدیم، اونا میارن روی دیجیتالایزش، که اگه دیجیتالایز باشه به اصطلاح مانیتورهای بزرگ، بعد دیجیتالایزش که اگه دیجیتالایز باشه که هرچی هم بیاری نزدیک کیفیتش خراب نمیشه، اگر هم نباشه دیجیتالایزش میکنن، از اون قسمت مونالوگ و اینا میاد بیرون، میتونه میگه ویدیویی وحشتناک بخونن. حالا ببینیم بعدا چی میگه. ویدیویی وحشتناک از لحظات اولیه سیل در شهرستان استهبان فارس. این هم با ساد می نویسن، تفاوتش نمی دونم، استهبان هم با سین می نویسن هم با ساد می نویسن، تفاوتش نمی دونم چیه. استهبانات فارس محلی هست که جمشید آموزگار از اونجا اومده بود، جمشید آموزگار و اینها، حتی که یه مدت نخست وزیر بود و یه مدت مسئول اوپک بود و اینها، حتی جاده بین شیراز، بندرعباس، شیراز، زاهدان رو میگفتن یه جوری کشید که نیریز رو گذاشت که به اصطلاح گذاشت کنار، ولی استهبانات رو یه جوری گذاشت که به اصطلاح یک پولی به مردم اونجا برسه. خب از این صحبت ها همیشه بود، من راست و دروغش رو نمیدونم، باید اینجوری بوده، مثلا این جاده باید افرادی که توی اون طرح بودن بیان بگن بله اینجوری بوده، مثلا این جاده باید با شیب مثلا 3% از این ورد میشد، کردنش 8% از این ورد بشه، ولی استهبانات و نیریز و خیلی جای زمین ها، خیلی افراد فرهیخته داره، خیلی جای زیبا و قشنگی، زعفران و انجیر استهبانات معروف، نیریز شیرینی مخصوص داره و نریز دوستانی که ریاضی میدونن اونجا خیلی زیادن. نمیدونم چجوریه که معلم های ریاضی اونجا خوب درس دادن، خیلی نریز هم میگن، نریز ریاضیدان های خوبی داره، نریز بعضی ها نریز هم میگن، نیریز و استهبانات. این توی اون منطقه سیل جاری شده و اسم اون رودخونه هست رودبال. خیلی ها به آخرش له مثل بال کبوتر، خیلی ها به اشتباه نوشته بودن رودبار. میدونید که رودبار حدود 20 چند سال پیش، 20 سال زلزله خیلی بدی اومد که خیلی آدم وقتی اسمش میاد آدم ما اونجا از بین رفتن و این رودبار وقتی اسمش میاد آدم واقعا یاد اون روزای سخت میفته. خب استفاده از ملودی و بازیگر شبیه به ابی
در آگهی این کارهایی که تو آگهی تبلیغاتی سایت دیوار این کارهایی که تو ایران میکنن بدون اینکه به اصطلاح قبول کنن که اون اجازه کپی رایت و حق چاپ و نمیدونم اینا رو داره. افکاری در پست اینستاگرامی الهام افکاری در سال روز تولد برادرش نوید افکاری. نوید افکاری اون کشتیگیری بود که اونم از شیراز بود هم به همین دلیل و متاسفانه اون داستان هم به همین دلیلی که ما خارج نشینا احساساتی و شور حسینی داخل نشینام که اصلا میگن بابا ولشون کاری به اینا نداریم خبرای صحیح داریم معلوم نمیشه خبرای صحیح و درست. یادتونه مثلا من با پدر مادر دو نفر صحبت کردم که الان تو کانادا هستن، این بچه هاش دو تا پسرشون رو اعدام کردن. تو بازار طلا فروشی جمهوری اسلامی میگفت اینا با اسلحه رفتن تو بازار طلا فروشی مردم رو ترسوندن، تلافرش ها رو ترسوندن، دزدی کردن. اگه ما اینا رو اعدام نکنیم هر کسی یه اسلحه میخره میره این کار میکنه. چند معلم بود به من این پدر مادرش که یک چند معلم بود به من میگه که اینا فعال بودن و جمهوری اسلامی دروغ میگه. حالا معمولا شما میری حرف کیو باور میکنی؟ چون جمهوری اسلامی آدم ها و مردم ها رو باور میکنی، چون جمهوری اسلامی بنزه کافی دروغ گفته. ولی بعضی وقتا هم شما میبینید دیگه خود اون آدم ها هم حقیقت رو نمیگن. اینجاست که مشکل من و شما تشریفات بیشتر و بیشتر میشه. تشریفات باور نکردنی در جشنهای مذهبی. شما ببینید حالا جشنهای مذهبی چی؟ یک کسی فوت میکنه براش میان هجله نمیدونم. اصلا ما ایرانی ها میبندن، بنر میبندن سر کوچه نمیدونم. اصلا ما ایرانی ها یا شور شور یا بینمک بینمک هست کارمون. چرا؟ باز نمیدونم. خب مراسم ایمان فرض ازدواج با شکوه پسر سلیمان فرنجیه رهبر جریان مسیحی در لبنان. اصلا من نمیشناسم ایشونو، برای من مهم نیست. اینا رو دارم از خبرهای بدی که برای من مفید هستن، من اینا رو دارم از خبرنامه گویا میخونم. گویا هم خیلی ساده GOOYA.com. چون من باشم همه این دبل او ها رو میکنم یو.
چون وقتی شما بنویسی یو دیگه امکان نداره کسی اشتباه بخونه. ولی چرا بعضی ها او یو می‌نویسن، بعضی ها او او می‌نویسن؟ علائم خام من نمی‌دونم. و اما علائم خاموش آب مروارید، آب مروارید و آب سیاه دو تا چیز مختلفه. آب مروارید اون چیزیه که فکر کنه از سن 65 تا 70 همه به خاطر پیرچشمی میارن، معمولا از سن 65 تا 75 هم بستگی به طرف و دکترش تصمیم میگیره که عوض کنه. اون آب مروارید رو جراحی میکنن، لنز میذارن، جراحی میمد. قدیما چون لنز نمیذاشتن طرف تا میرفت جراحی میمد یک عینک گنده اینجوری با لنز شماره 10 که خنده دارم می شدن. من یادم هم عمم هم لنز رو به قول خودش بابام اینا داشتن. الان لنز رو به قول خودشون می کارن، پلنت می کنن، ایمپلنت می کنن توی چشم شما. میگه خب این آب مروارید که ما درآوردیم اینجا هم که بازه، و من شنیدم قشنگ یه دونه لنز میذارم جای اون، و من شنیدم که شما میتونی بعد از این جراحی دیگه حتی برای خوندن و اینا هم چیز نکنی. این همون کاتاراکت هست. گلوکوم. ولی یه آبسیای هست، اون آبسیای گلوکوم یا اون خیلی بد خطرناکه. به همین خاطر سالی یه بار دکتر چشم رو برید، نه دکتر چشمی که فقط اون دکتر براتون عینک آزمایش میکنه. اینجا هم دو سه رقم، اون دکتر چشمی که متخصص چشم هست، فشار چشمتون اندازه میگیره، نگاه میکنه داخلش و اینها، و اگر زودتر خبر میده قبل خطری باشه به شما زودتر خبر میده قبل از اینکه این خطر به جایی برسه که دیگه قابل پیشگیری و معالجه و درمان نباشه. مشهورترین ویکتور هوگو است. نویسندگانی که خودکشی کردن ویکتور هوگو است، صادق هدایت، دیگه کیا. اینا وقتی خیلی میفهمن و خیلی تنها و غمگین و افسرده میشن، آخر کار راهی به جز خودکشی نمیبینن و برای خودشون نمیبینن. و اما نرخ ارز در بازار، من نرخ ارز رو در بازار براتون بخونم که میگه دلار آمریکا 880 تومان، 31,880 تومان. یادتونه همین میگفتن امکان نداره دیگه از 30 تا بره بالا، از 30 تا بره بالا آخوندا فرار میکنن، مردم شورش میکنن. 2660 یورو
32,660. هنوز یورو کمی از دلار آمریکا بالاتره، در صورتی که در بازارهای دنیا یورو و دلار یکی از دلار شده بود، به خاطر یکی شده بود، حتی یورو یه جاهای ارزونتر از دلار شده بود، به خاطر همین ماجرای جنگ و ماجرای عدم ثباتی است که در اروپا هست، ماجرای آلمان، ماجرای انگلستان که همون دنباله برگزیت ایتالیا، ماجرای فرانسه، ماجرای انگلستان که همون دنباله برگزیت هنوز گریبانشون رو گرفته. خب پوند انگلستان همون پوند 38,350، سوئیس 32,915، فرانک سوئیس 32,915 و دلار کانادا 24,780. اجازه بدین از پتیک تشکر کنم، گویا توی برنامه سوئد گفتم برنامه گذشته من به جای سوئد گفتم سوئیس، یعنی اون اومده جزء ناتو شده. از این بابت از شما عذر میخوام و از پتیک تشکر میکنم. خیلی نوشته یو ممنون پتیک عزیز. و اما نوشته یو اس دلار برای یورو. آهان چرا حالا یورو، آهان این نسبتش فقط نوشته 1.40، اون قیمت رو نوشته بود. این مثلا میگه یه دلار که میدی یک اینقدر، یه دلار که میدی چقدر میدی میگیری، مثلا میگی یه دلار که میدی یک اینقدر میگیری، اون مهم نیست، قیمت ها رو بدونید راحتتر و بهتر هست. خب اجازه بدید ما همینجا برنامه امروز رو با پایان ببریم و ما شما به اصطلاح به پایان ببریم و برنامه دومی رو که ضبط میکنیم و برای شما پخش میکنیم از شما خواهش کنیم برای دیگرانم بفرستید. مهمان حسن ماسالی خواهند بود. برنامه‌مون آقای دکتر حسن ماسالی خواهند بود. اگه شما این برنامه رو از یوتیوب می‌بینید، اون سابسکرایب رو بزنید. هر چیزی که جدید میاد روی یوتیوب، یوتیوب به شما خبر می‌ده. فیسبوک می‌بینید، اون قسمت میده. اگر برنامه رو از فیسبوک میبینید، اون قسمت فالو و لایک و اینا رو کلیک کنید، براتون میاد. دیگه ما به غیر از این راهی نداریم. ای کاش فیسبوک میگفت مثلا که ما وقتی برنامه شروع میشه به همه خبر بدید، شما اینقدر پول بده که ما وقتی برنامه شروع میشه به همه خبر بدیم. فیسبوک میگه نه، ما از این وری نیستیم، ما از اون ور میگیم هر کی میخواد بهش خبر میدیم. خب شما اگه میخواید، چون دیدم آقای میشه این کار رو لطف کنید برای به دیگر دوستان، میگن که برنامه شروع میشه این کار رو لطف کنید انجام بدید، فالو کنید، بذارید بهتونم نشون بدم. توی فیسبوک وقتی شما میایین اینجا شیر، آنا این با خیلی جالبه، الان کلیک فالا هست. خیلی جالبه، الان کلیک فالو رو نمیبینم، شاید باید اصلا اینم بذارم. یه دلیلی که دوستان نمیدونن چی کار کنن ممکنه این باشه، ولی میدونم توی فیسبوک لحظه اون رفت توی زدن مردم تیوی رو بذاریم.
یه لحظه اون رفت توی مردم تیوی، رفت روی توییتر. خب اینجا چیه؟ روی عجیبه پروموت داره، این برای منه، ولی برای شما چجوری فالو کنید نمیدونم. شاید شما چون به عنوان وقتی میاین اون دکمه فالو ویزیتور میاین اینجا، وقتی میاین اون دکمه فالو رو شما میبینی، ولی من سعی میکنم اینجا الان بنویسم فالو F O L L O فیسبوک و W آن فیسبوک و فیسبوک پیج، اینو درست میکنم که شما اگه لود کردید و آمدید اونجا به اصطلاح با خبر بشید. میگیرم میگم بابا یه پولی ما دید. از اون طرف به فیسبوک هم تماس میگیرم میگم بابا یه پولی ما بهت میدیم هر وقت برنامه داریم، برای همه اونایی که جزء گروه ما هستن، جزء اینجا ما بیش از 15,000 نفر نشسته فالوور، برای اونا باید بفرسه فالوور داریم، خب 15,000 نفر برای اونا باید بفرسه. چجوری اونا نمیگیرن نمیدونم. فیسبوک و اینها خیلی از چیزایی که میگن دروغه، به همین دلیل از این چی میگم دنی دیگه دلیلی از این چی میگم گفتن قانع کننده تر، میگفت بر همه کس نمیدونم یقین و مبرهن است که دیدید که ایلان. بعد گفت خب ایلان ماسک میخواست توییتر رو بخره، بعد گفت خب توییتر این صفحه هایی که شما میگید چقدرش حقیقیه چقدرش قلابیه، خود توییتر گفت اینقدرش قلابیه، گفت من نمیخوام، و آبرو اینا رو برد. از آن داریم گفت شما خودتون از آن داریم اعتراف میکنید که صفحه ها قلابی دروغیه. اینی که یه دفعه میبینید یه کسی میاد یه صفحه ای را میندازه یه شبه 250 فالوور ها 1000 نفر فالوور میشن، پول داده فالوور ها اصلا قلابی هم زبون فارسی نمیفهمن، برای اون کاری که طرف فراخوان داده نیست، ولی میگی نگاه کنید من 250,000 تا فالوور یکی یکی هم به ما پیوستن، ولی اون چیزی که ما داریم یکی یکی هم به ما پیوستن حدود 12,000 نفر و 15,000 نفر هست. اینم از این ماجرا. و اما ائتلاف جمهوری ایران جنبش ملی گرایان ایران آفیس آف فرنر اسید کند، خانم دکتر زنوسی یه آگهی فرستاده بود و من اون رو هم گذاشتم، کاش این دوستمون ازشون میگرفتم، خلاصه اون رو هم گذاشتم. زودتر من گفته بود 20 دلار ازشون میگرفتم، خلاصه اون را
رو هم گذاشتم. ایشون مثل همیشه کارهایی که میکنن سیاسی و مبارزاتی و اینها نیست، ایشون مبارزه میکنه با فقر و همسرشون مبارزه میکنه با بیماری کودکان خودشون و همسرشون برای کارهای خیر. میگن که شما اگه مایلید توی این کارهای خیر با ما همراه باشید، شرکت کنید، خوبتری را انجام بدیم. اجازه بدیم تا بتونیم یه کار بهتر و خوبتری را انجام بدیم. اجازه بدیم من باز از شما تشکر کنم که بیننده برنامه بودین. ازتون خواهش کنم که این ویدیوها را از هر طریقی که شما اینستاگرام اینقدر دیگه ما میدونید، از طریق تلگرام، اینستاگرام، اینقدر دیگه زیاده، من واقعا همه این اسما رو یادم نیست، بلد نیستم، ولی خودتون اگر میدونید مثلا تو تلگرام بیشتر، واتساپ لینک رو هم بذارید به دوستانتونم فعال هستید، اونجا این لینک رو هم بذارید به دوستانتونم بگید، حتی که مثلا گذاشتن این ویدیو به معنی تایید و نمیدونم قبول کردن این حرفا نیست، فقط مثلا این قسمت ما هم نگاه کنید نظرتون رو بگید. خوش اینو گفته، دقیقه فلان اینو گفته، شما هم نگاه کنید نظرتون رو بگید، خوشحال میشیم نظرات شما رو داشته باشیم. از طریق تلفن، واتساپ، ایمیل، حتی از طریق تلگرام و اینها میتونید، فیسبوک میتونید با ما تماس بگیرید، حتی از طریق تلگرام و اینها میتونید، ولی دیگه ما چند جا بریم هی ببینیم کی کجا برای اون مسیج گذاشته، شما باورتون نمیشه. من با واتساپ یه کارش کردم، خودم برم ببینم که صدا نده، و من هر وقت خواستم خودم برم ببینم کسی اونجا پیام فرستاده یا نه. الان نوشته 4 نفر پیام فرستادن، یکش از فرانسه است که شماره 30 بله 33 هست و بله خب دوستان دیگه هم هستن که با این دوستان تماس میگیرم. ممنون و متشکرم. شماره واتساپ ما 201 اگه خارج از آمریکا هستید 201 202 695 2573. اجازه بدید من این شماره رو اینجا بذارم براتون، افکت 5 بذارید. چیزی که من دیدم یه 201 جلوش بذارید. چیزی که من دیدم جالب بود این بود که واتساپ قدیما شما باید کانتکت تو توی تلفن درست میکردی بعد میرفتی واتساپ. واتساپ الان قبول میکنه تو خودش، کار احمقانه‌ای بود. واتساپ الان قبول میکنه تو خودش شما add contact یعنی افراد جدید اضافه کنید. تا حالا چند بار خداحافظی کردم؟ 2 بار. این بار آخر میشه 3 بار. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه بار تا 3 نشه بازی نشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. شما هم میتونید نظرات، فعالیت ها و جنبش هایی رو که دوست دارید حمایت کنید از طریق منتشر کنید. این که منتشر کنید
گفتای اونها رو، نوشتای اونها رو، ویدیوهای اونها رو پروموت کنید. با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل، از طریق تلفن، از طریق واتساپ، از طریق متشکرم که با ما بودید. روز و روزگار فیسبوک. ممنون و متشکرم که با ما بودید. روزگار بر شما خوش. به امید فردایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.